شاگردان عزیز در ویدیوی قبلی ما شما آی پارابول معادله رو خوندیم در صورتی که رس های فاربول بروی میوه برو میوه ایکس می و برو وای می بود خب در این ویدیو برای حل مشکلات چند مثال کار میکنیم البته با در نظر داشته از اینکه به خاطر در صورت که خواسته باشیم سوال کار کنیم از بخش مقاطع مخروطی بازم تکرار میکنم هیچ نیازی به افس کردن فرمول نیه یعنی اگه بتونیم شکل یک مقطع مخروطی شما رسم کنیم خیلی راحت میتونیم تمام مختصات از شما نظر به مو شکل هست مشخص کنیم نیاز نیه که مختصات مقاطع مختلف رو شما بگیریم فرموله از اور کنیم که به کدوم نقطه چی قرار داره خب مثلا در مثال اول اینجا این قسمت کار میکنیم ما داریم x مربع بر 16 x مربع بر شانزده. منفی وای مربع بر چهار برابر شده با بر یک خب به سوال به ما گفتم مختصات میراق، مختصات رس آی معادله خط موجه و معادله مجانب آر را دریافت کنید مختصات میراق را باید پیدا کنیم مختصات رس آر پیدا کنیم معادله خط موجه پیدا کنیم معادله مجانب آر پیدا کنیم و گراف از این رسم کنیم اولین کاری که میکنم اینجا در آخر گفته گراف رسم کنیم بیم در اول گراف رسم کنیم که حداقل هیچ نیاز نباشه که به افس کنیم مختصات آی پارابول به این بخش هیچ نیاز به افس از این نباشه خب اولین موضوعی که اینجا خیلی مهمه ایر باید بفهمیم که این معادله مربوط به آلت اولی میشه یا آلت دومی خب قسمی که میبینیم x مربع بر m مربع منفی y مربع بر p مربع برابر شده به بر یک معادل شکل از ایر بخو میگیره x مربع بر 16 منفی y مربع بر 4 برابر میشه به بر یک و این معادله معادلیه که میراقا روی میبر x قرار دیشته باشه پس ما و شما نظر به درسی که قبلا خواندیم در صورتی که ام مربع برابر با 16 قرار دهیم ام مساوی میشه به مثبت منفی 4 خب در صورتی که بی مربع مساوی به 4 قرار دهیم B برابر میشه با مثبت منفی 2 حالا بیایم C پیدا کنیم سی مربع مساوی میشه به M مربع در جمع B مربع در الیپس در آی پارابول سی C مربع برابر میشه با چهار مربع شانزده جمع دو مربع چهار که مساوی میشه به بیست سی مربع مساوی به بیست شد سی مساوی می به مثبت منفی جزر بیست یا دو ضرب در جزر پنج مثبت منفی قیمت سی رو پیدا کردیم خب بیاییم رسم کنیم آی پارابول بی بخش. برای رسم های پرابول لازم که تو ما میوره کمیات وزیه رسم کنیم میوره کمیات وزیه قبلا فهمیده بودیم که میراغا روی میوره اکس قرار داری خیلی گپ مهمیه میراغا روی میوره اکس قرار داره به چه فاصله قرار داره؟ از مرکز آی پارابول به اندازه دو زب در جزر پنج به طرف راست دو زب در جزر پنج به طرف چپ البته جزر پنج عدد بین دو تا سه میشه زب در دو کنیم حدودا این قسمت بگیریم پنج واید تقریبا فرض کنیم یک دو سه چار بین چار تا پنج میشه خب دقیق فکر کنیم این قسمت اف زبر در نظر بگیرم با مختصات دو زب در جزر پنج به طرف راست آمده البته یک دو سه چار و پنج این قسمت هم اف ما در نظر گیرم. خب وقتی که مراقا روی مبر x قرار داشته باشه البته رسم بر روی مبر x قرار داره با فاصله چند قیمت ارما 4 پیدا کردیم یک y دو y 4 و این یک y دو 4 این نقطه را اگر در نظر بگیریم این نقطه دیگر از بر نظر بگیریم خب آی پارابول خب رسم میکنیم آی پارابول رسم کردیم به این قسمت البته B دو واید به طرف بالا این نقطه B ما میشه دو واید به طرف پایین این نقطه B زبر ما میشه خب در صورتی که مختصات از این خواسته باشیم پیدا کنیم قسمی که میفهمید این فاصله دو وایده این فاصله چهار وایده البته این فاصله بالایی هم دو زب در جزره پنج خب مختصات به این قسمت پیدا میکنم مختصات ار خواسته باشیم پیدا کنیم متوجه باشیم نقطه ام برای محور x 4 واید به طرف چپ حرکت کرده پس میگیم منفی 4 برای محور y ای حرکت ندیشته منفی 4 و صفر. همچنان نقطه از برخواسته باشیم پیدا کنیم از ابر بر روی میوار x4 وید به طرف چپ حرکت به طرف راست حرکت کرد مثبت 4 به طرف وای حرکت ندیشتیم صفر مختصات رأس ار پیدا کردیم همچنان خواسته باشه مختصات راس بیر پیدا کنیم رأس بی دقیقا این قسمته قسمی که میبینیم بر روی میوار x ای حرکت ندیشتیم پس صفر بر روی میوار وای به اندازه دو وید به طرف بالا اومدیم همچنان مختصات بیزه برخواسته باشیم پیدا کنیم و می ترتیب برو می برای اکسی چرکت ندیشتیم برو می واید دو واید به طرف پایین آمده مختصات میراق اف خواسته باشیم پیدا کنیم بروی می X اکس بندازه چی اندازه به طرف چبرکت دو زب در جزر پایین به طرف مثبت امی اندازه هم به طرف منفی حرکت کرده پس منفی دو جزر پنج برو میبره ایک دیشته برو میبره وای ای سرکت ندیشته همچنان مختصات افز برخواسته باشیم پیدا کنیم به اندازه دو جزر پنج به طرف را کرده و برو میبره وای ایچ سرکت ندیشته خب تا اینجا کار چی از ما خواسته بود سوال؟ ببینید مختصات میراق پیدا شد مختصات رسا پیدا شد معادله خط معجر باید پیدا کنیم معادلات مجانبار بار پیدا کنیم و در گراف رو رسم کنیم گراف رو هم رسم کردم البته ای آی پارابول ما و شما دو خط موجدش نمیتونه که یک خط دقیقا به ای قسمت قرار میگیره یک خط به ای قسمت قرار میگیره خط دومی به ای قسمت قرار میگیره دو خط موجه داره دو خط موجع داره خط اولی به این قسمت به طرف از مج... مبدع که به طرف چپ خط دومی از مبدع که میاد به طرف راست که در صورتی که خواسته باشین معادل خط معجر پیدا کنیم از این فرمول x برابر میشه با برابر میشه مثبت منفی a بر e a بر قبلا R پیدا. قیمت R که داریم قیمت R e خواسته باشیم پیدا کنیم E برابر میشه با C بر M قیمت C بود 2 زب در جزر 5 2 زب در جزر 5 که پیدا کده بیدیم قیمت M همسته 4 2 زب در جزر 5 تقسیم 4 کنیم یک دو به دو دو, دو به 4 مستحبه میشه به جزر 5 و دو قسمی که میبینیم جزر 5 بر دو یک عدد بزرگتر از یک که قبلا گفته بیدیم در آی پارابول باید اکسنتریسیتی یا ان مرکزیت از یک بزرگتر باشه خب اکس برابر میشه با مثبت منفی قیمت ا از چهار واید قیمت ای شده جزر پنج بر دو که یک به ای قسمت یک کسر و کسر تشکیل میده که اگر مخرج زیر ما یک در نظر بگیریم اکس برابر میشه با مثبت منفی چهار بر یک ضرب در دوی بر جزر پنج x برابر میشه با مثبت منفی 8 بر جزر پنج در صورت که این غیر واجب سازه مساوی میشه می با اشت زب در جزر پنج بر پنج مثبت منفی که البته ای خط معادله میشه x مساوی میشه به منفی 8 جذر 5 بر 5 و خط دومی x مساوی میشه به مثبت 8 جذر 5 و 5 خب ایران پیدا کردیم موضوع بعدی که از ما و شما خواسته بودی بود که معادله خطوط مجانب پیدا کنیم خب اول من دو خط مجانب رسم میکنم به یای پارابول شما بفهمید خطوط مجانب دقیقا این خطوطیه که در بین آیت با آی پارابول به منعنی آی پارابول مماس یک خط مجانب و خط دومی مجانب ای خطوط مجانب رسم کردیم البته معادله خاصه باشه معادلات پیدا کنیم نظر به فرمول معادله خطوط مجانب بود y برابر میشد با y برابر میشد با مثبت منفی b بر A, x که y مساوی میشه به مثبت منفی قیمت b قبلا دو پیدا کرده بودیم قیمت h 4 x y مساوی میشه به مثبت منفی 1 بر 2 یا معادله خطوط مجانب معادله خطوط مجانب مجانب در این آی, آی خب شاگردان عزیز ما ببینم که کدام کم بود دیگه نبود تمام مشخصات پیدا کردیم بله ها تمام چیزهایی که از ما خواسته بود به این سوال پیدا کردیم خب همچنان مختصات مراق پیدا شد مختصات رسا پیدا شد و می ترتیب خطوط معجم و معادله مجانب همچنان تمام چیزهایی که خواسته بود کار کرده در مثال دومی در مثال دومی معادله آی داده شده در مثال دومی معادله آی داده شده به شکل Y مربع بر چهار منفی x مربع بر نو برابر شده به یک بازم گفته مختصات کمیات ای مراقا رس آ معادله خدوط موجه معادله مجانبه رو به دست آورید و گراف آن رو رسم کنید بازم من تحکید میکنم به شما از اول کوشش کنیم گراف رسم کنیم بعد وقتی که گراف معادله شما رسم کنیم از هر شکلی که باشه چی آی پارابول باشه چی پارابول باشه کلا شما هیچ نیاز به افس کردن کدام مختصات نیو سوال خیلی راحت کار میکنه خب قسمی که میبینین معادله شکل y مربع بر ام مربع منفی اکس مربع بر بی مربع مساوی شده به یک بخو گرفته y مربع بر ام مربع منفی اکس مربع بر b مربع خب در این صورت ا بر که برابر با چهار قرار دیم ام سوی میشه به مثبت منفی دو و بی مربر که برابر با سه قرار دهیم برابر با نو قرار دیم ببخشید بی مساوی میشه به مثبت منفی سواد اگه خواسته باشیم سیر پیدا کنیم سیر پیدا ادامه کار به درد ما میخوره سی مربع مساوی میشه به ام مربع جمع بی مربع سی مربع مساوی میشه به دو مربع جمع س مربع سی مربع مساوی میشه به چهار جمع نو همچنان مساوی میشه به سیزده سیر خواسته باشیم پیدا کنیم مساوی میشه مثبت منفی جذر سیزده خب قسم که میفهمین سوال قسمطرره شده سوال قسم تره شده به قسمت که میراقا بر روی میور وای قرار داره یعنی سوال مربوط میشه شکل گراف از مربوط میشه به حالت دومی حالت اولی میراقا برون میوار اکس قرار دیش به حالت میراقا بر روی میور وای قرار داره به خاطر از که شکل سوال به شکل وای مبی بر امارب من فی اکس مربع بر پی مربع و به یک قرار داره خب من به یه قسمت کوشش میکنم که گراف رسوم کنم برای رسوم کردن گراف میوره کمیات وزیه لازمه تا ما میوره کمیات وزیه بکشم مختصات ما داریم از مبدع کمیات وزیه دو واید به طرف بالا میرم یک واید دو واید ای رس از مبدع کمیات وزیه دو واید به طرف پایین میام رأس ازه برمانه همچنان به اندازه جزر 13 خب ببینیم شاگردان عزیز جزر نو میشه 3 جزر شانزده میشه 4 پس جزر 13 عدد بین 3 و 4 قرار داره من اینجا یک واید دو واید سه بین سی و 4 این قسمت فاصله فرزن من میگیرم جزر 13 این میراقر اگه F در نظر بگیرم و همچنان فاصله بین 3 و 4 یک، دو، سه، این قسمت هم من اف سه بر در نظر میگیرم خب قسمی که میفهمید دن آی پارابول از راس او از بر شروع می میشه همیشه به طرف مراقا باز میشه ای شد گراف آی پارابول ما شما البته دو راسه غیر حقیقی هم در داخل آی پرابول داریم که قیمت ها بی سواید به طرف راست میریم یک دو سواید یک دو سواید هم به طرف چپ این نقطه B و این نقطه بی زبر شده این فاصله را هم ما شما میفهمیم که سواید پیش آمادین خب در صورتی که خواسته باشیم مختصات رؤوس پیدا کنیم مختصات رأس ار خواسته باشیم پیدا کنیم نقطه به ای به قسمت قسمی که میبینیم برو میوره x ای چار کتی ندیشتیم پس سفر برو میوره y دو واید به طرف بالا رفته. سفر و دو در صورت خاص باشیم از ابر پیدا کنیم دقیقا از ابر این نقطه شاگردان گرامی بر روی میوار ایکس باز هم ای چرکد ندیشتیم صفر بر روی میوار وای دو وای به طرف پایین اومدیم صفر و منفی دو و می ترتیب مختصات نقطه بیر خاص باشیم پیدا کنیم بر روی میوار ایکس وای به طرف چپ اومدیم منفی سه روی میبره وای ارکد ندیشتیم سفر بیزه بر خواسته باشیم پیدا کنیم سواید به طرف راست آمدیم سیم و بر روی وای ایچ ارکت ندیشتیم سی و سفر امچنان مختصات میراق افر خواسته باشیم پیدا کنیم بر روی میبره اکس ارکد ندیشتیم سفر بر روی وای به اندازه جزر سیزده بالا رفتیم مختصات اف زبر خواسته باشیم پیدا کنیم نقطه پایینی برو میور اکس بازم میگم مرکز کد صفر برو میور وای به اندازه جذر 13 به طرف پایین اومدیم به همین ترتیب منفی جذر 13 خب تا جای کار گراف کشیدیم مختصات روی هم پیدا کردیم و مختصات میرا خانم پیدا کردیم بعدا ان المرکزیت یا اکسنتریسیتی پیدا میکنه که برای خطوط موجه اینا لازم میشه با ما خب ای برابر میشه با سی بر قیمت سی از جزر سیزده جزر سیزده قیمت ارم و شما داریم دو خوب ببینین جزر سیزده قبلا گفتیم عدد میشه بین سه تا چار یک عدد بین سه تا چهار که تقسیم دو کنیم از یک بزرگتر میشه خب به خاطر که گفته بودیم در آی پارابول ان مرکزیت یا اکسنتریسیتی باید 100 فیصد از ای بزرگتر از یک بزرگتر باشه خب این مشخصات رو هم پیدا کردیم اینا از سوال قبلی بودم و پاک کنم که با این سوال گرد نشه بعدا معادله معجر خواسته باشیم پیدا کنیم دو خط معجر داریم به این قسمت یک خط بالا این قسمت قرار داره رنگ از ایر باشه من سرخ کنم تا بیتر متوجه شیم یک خطم به این قسمت قرار داره فردا دو خط قرار داره که معادله از از فرمول y برابر میشه با y برابر میشه با مثبت منفی a بر e میتونیم خیلی راحت پیدا کنیم مثبت منفی a بر e خیلی راحت پیدا کرده میتونیم y برابر میشه با مثبت منفی قیمت r قبلا ما شما پیدا کرده بودیم دو، قیمت سیم جذر سزده بر دو وازم یک کس کسب شد که خواسته باشیم این کار کنیم میشه دوی بر یک زب در دوی بر جذر سزده وای برابر میشه با مثبت منفی چهار بر جذر سزده که اگه خواسته باشیم غیر واجب بسازیم میشه چهار زب در جذر سزده بر سزده البته مثبت منفی قسمی که ببینیم خط بالایی ای خط مثبت ج... چهار ضرب در جزر سیزده بر سی و همچنان خط پایینی که خط سیاه منفی چهار ضرب در جزر سیزده بر سیزده معادلی از اینه اگه خواسته باشیم معادله خطوط مجانب پیدا کنیم از فرمول از فرمول y برابر میشه با مثبت منفی a بر b x خیلی راحت میتونیم خطوط مجانب بر معادله پیدا کنیم قبل از ای اگر می این اگه من خطوط مجانبر رسم کنم تا شما بهتر بفهمید خطوط مجانب چیه یا خط مماس باید باشه در بین یک یا خط مجانب همچنان خط مجانب بعدی معادلی از این دو خط خواسته باشیم پیدا کنیم از فرمول y مساوی میشه به a بر b x میتونین پیدا کنیم y برابر میشه با قیمت r دو پیدا کرده بودیم قیمت b c دوی بر c x البته مثبت منفی خیلی راحت پیدا کردیم خب شاگردان عزیز دیدیم که خیلی راحت بعد از اینکه رسم و گرافر ما شما رسوم کردیم رسم گراف کشیدیم خیلی راحت توانستیم تمام, تمام مشخصات و تمام مختصات را بدون از اینکه افس کرده باشیم کدام مختصه از آی خیلی راحت تنسیم پیدا کنیم پس به این بخش به این سوالا کشیدن رسوم خیلی زیاد مهمه در سوال تمرین از مدل آی که فرمول از چهار اکس مربع منفی وای مربع برابر شده به شانزده کمیات وزی مراقار از آ معادله خطوط معجب و معادله مجانبه را به دست آورید فقط تنها کاری که به این قسمت میکنیم یک سوال هم امی قسم کار کرده بودیم فکر کنم از بخش الیپس بود اطراف تقسیم بر عدد ثابت میکنیم به خاطر که اینکه شکل های پارابول x مربع بر a مربع منفی y مربع بر b مربع مساوی به یک اینجا ما مساوی به 16 داریم خب در صورتی که اختصار کنیم سوال میشه x مربع بر 4 منفی y مربع بر 16 برابر شده به چند برابر شده با بر یک خیلی راحت سوال رو تبدیل کردیم به حالت دومی بالات اولی ببخشین خیلی راحت میتونیم تمام مشخصات بعد از رسم گراف سوالر کار کنیم موفق و پیروز باشیم در ویدیوی بعدی معادله آی میخونیم که رس از او در یک نقطه کیفی قرار داشته باشه موفق و کامگار باشیم